بگذارید برای استخراج داده از وبسایت ها از یک ضمیمه کروم به اسم وب اسکرپر استفاده کنیم. برای نصب وب اسکرپر در صفحه جستجوی گوگل عبارت وب اسکرپر کروم وب استور را تایپ کنید. برای این جستجو از آخرین نسخه موجود مرورگر کروم خود استفاده کنید. روی لینک کلیک کنید و گزینه اضافه کردن به کروم Add to Chrome را انتخاب کنید. کار نصب تمام شد. اگر نصب نرم افزار موفقیت آمیز بوده باشد، یک نماد تصویری به شکل تارنکبود را در گوشه بالا سمت راست مرورگرتان می‌بینید. بگذارید از وبسایتی به نام بیلبورد اطلاعات استخراج کنیم. به وبسایت billboard.com بروید. روی هات 100 کلیک کنید. بیایید جدولی درست کنیم که رده بندی 100 آهنگ موجود در این صفحه را نشان بدهد. جدول ما 4 ستون خواهد داشت. موقعیت فعلی، موقعیت هفته پیش، نام آهنگ و نام خواننده آن. در جایی از صفحه کلیک راست کنید و بازبین وب را باز کنید. از آنجا که ضمیمه وب اسکرپر را نصب کرده اید، حالا گزینه‌ای به همین نام نیز خواهید داشت. روی آن کلیک کنید. روی ایجاد نقشه سایت جدید Create New Site Map کلیک کنید. و سپس روی ایجاد نقشه سایت Create Site Map کلیک کنید. برای نقشه سایتتان نامی انتخاب کنید، مثل بیلبورد 100. آدرس URL مورد نظر را به اینجا منتقل کنید. روی ایجاد نقشه سایت کلیک کنید. همانطور که می توانید ببینید در این صفحه اینترنتی 100 خانه وجود دارند که در آنها اطلاعاتی که می خواهیم وجود دارند. بگذارید به وب اسکرپر نشان بدهیم که این خانه ها کجا هستند. روی اضافه کردن انتخابگر جدید کلیک کنید. برای انتخابگرتان نامی مثل خانه انتخاب کنید. روی نوع گزینه عامل را انتخاب کنید، چون به دنبال یافتن خانه ها در صفحه اینترنتی هستیم. خانه مولتیپل را چک کنید. روی انتخاب کلیک کنید و ماوس را روی اولین خانه بگردانید تا کاملا به رنگ سبز درآید. روی آن کلیک کنید تا قرمز شود. همین کار را با دومی و سومی هم بکنید. به پایین تر صفحه بیایید و خانه‌ای که برجسته نشده را انتخاب کنید. سپس روی پایان انتخاب Done Selecting کلیک کنید و روی ذخیره انتخابگر Save Selector کلیک کنید. حالا روی این خانه کلیک کنید. حالا برای استخراج اطلاعات مورد نظرمان آماده هستیم. به خانه اول برگردید و روی افزودن انتخابگر جدید Add New Selector کلیک کنید. بگذارید ستون موقعیت فعلی Current Position را اضافه کنیم. عبارت موقعیت فعلی را تایپ کنید و برای نوع گزینه متن را وارد کنید. زیرا می خواهیم از این خانه یک متن استخراج کنیم. روی انتخاب کلیک کنید توجه داشته باشید که خانه اول زرد شده است. این اتفاق خلاف انتظار نیست. روی شماره 1 کلیک کنید. بعد از اینکه به رنگ قرمز درآمد روی پایان انتخاب کلیک کنید. حالا برای ذخیره این انتخابگر آماده ایم. برای ستونهای موقعیت هفته گذشته نام آهنگ و نام خواننده هم باید مراحل مشابهی را پشت سر بگذاریم. بیایید ستون موقعیت هفته پیش را درست کنید. نام را وارد کنید، روی انتخاب و سپس پایان انتخاب و ذخیره انتخابگر کلیک کنید. یک انتخابگر جدید اضافه کنید. روی انتخاب، سپس پایان انتخاب و ذخیره انتخابگر کلیک کنید. دوباره یک انتخابگر جدید اضافه کنید. روی انتخاب، سپس پایان انتخاب و ذخیره انتخابگر کلیک کنید. روی نقشه سایت و سپس روی استخراج کن کلیک کنید. روی شروع استخراج کلیک کنید. یک پنجره مرورگر باز می شود و وقتی کار استخراج داده تمام شد شما مطلع می شوید. روی صدور داده به شکل CSV یا همان Export Data As کلیک کنید. روی الان دانلود کن کلیک کنید تا فایل CSV روی کامپیوترتان ذخیره شود. شما حالا برای استفاده از داده های استخراج شده در اسپردشیت مورد علاقه تان آماده هستید.